ارتباط افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه کیل از لندن همراه با هستن. آقای شاهی، صحبت های بایدن رو بپردازیم که گفته حماس و حزب الله باید نابود بشن. آیا با توجه به آنچه که در این 10 روز شاهدش هستیم، میشه جنگ جاری رو آغاز یک روندی برای حذف گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی از منطقه تلقی کرد؟ سلام و وقت شما بخیر خانم فله. خب اگر که ما به اظهار نظرهای مقامات اسرائیلی نگاه بکنیم، میبینیم که هدف نهایی برای حمله زمینی به غزه نابودی کامل زیرساخت‌های حماس است. ولی خب همینطور که بارها و بارها در مورد این مسئله صحبت شده، متاسفانه رویکرد نظامی به تنهایی نمیتونه زمینه این رو به وجود بیاره که گروه‌های تروریستی و افراطی مثل حماس و جهاد اسلامی به کلی نابود بشن. گروه های تروریستی حماس و جهاد اسلامی محصول یک در واقع بنبست سیاسی در روند صلح، محصول یک بنبست سیاسی در غزه هستند و در سالیان گذشته این گروه های افراطی با کمک گرفتن از حکومت های سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی به شکلی بهره بردن از این بنبست سیاسی موجود. به نظر من بهترین راه عبور و گذر از این گروه های متشدد حماس و جهاد اسلامی تنظیم کردن یک رویکرد سیاسی، یک رویکرد معنادار سیاسی در موازای رویکرد نظامی است. همین چون که ما در 5 جنگ گذشته بین حماس و اسرائیل دیدیم، وقتی که هدف و تمرکز فقط و فقط نظامی باشه، شاید در کوتاه مدت بتونه یک سری دستاوردهای امنیتی رو برای اسرائیل به ارمغان بیاره، ولی اون بستری یک صلح پایدار رو بدون شک نمیتونه به وجود بیاره. و خب قسمت دوم صحبت‌های بایدن در اینجا بسیار مهم هست که خب بالاخره اشاره‌ای هم کرد به اون روند سیاسی که باید هر چه زودتر به وجود بیاد و تقویت بشه که بتونه در واقع شرایط رو از این بنبست بیرون بیاره که زمینه ثبات بیشتری رو در منطقه به وجود بیاره. متشکرم از توضیحات شما. افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل از دانشگاه کیل انگلستان، لندن.